با درود خدمت دوستان، با یکی دیگه از آموزش های تحلیل تکنیکال در خدمتون هستم. در ابتدا سپاسگزارم از دوستانی که آموزش ها رو دنبال میکنن و با سایت کار میکنن، تو سایت کامنت میذارن. تنها راه ارتباطی شما با ما و در واقع ارتباط شما با ما سایت هست. از طریق اون به راحتی میتونین کامنت بذارین. چرا میگم سایت؟ چون که سایت به راحتی به ما در واقع اعلام میکنه که کی کامنت ها میاد، ما میتونیم فیدبک بدیم. یکی از دوستان سوال کردن که چجوری میتونن عکس بگیرن از متا تریدر. البته قبلا گفتیم، همینجوری که میبینین تو گزینه فایل که برین، در واقع پنجمی ششمیش سیو از پیکچر هست. اگه بزنین کاملا میتونین عکس بگیرین و سیو کنین و برای ما بفرستین. در مورد دوستان در مورد سایت های دیگه پرسیده بودن، خیلی وارد این مطلب نمیشم چون چند تا سایت، چند تا گروه تلگرامی استفاده میکنن از آموزش های ما. ما تا اونجایی که آموزش ها رو به صورت درست استفاده کنند در واقع معنی نداریم، اما دوست داریم که در واقع اونایی که دنبال میکنن مجموعه رو به صورت بیواسطه باشن تا هدف خاصی قرار نگیرن، چون مجموعه‌ای که ما در واقع در حال نشرش هستیم مجموعه تحلیل تکنیکاله. دوستان سوال کرده بودن که میتونن با این استراتژی در بورس کار کنن. 100% شما تا وقتی که تکنیکالیست هستین، تکنیکال به قضیه نگاه میکنین، در واقع هر چارتی رو که شکلش به این صورت باشه میتونین ترید کنین. حالا اون میتونه استاک مارکت باشه، میتونه فارکس باشه، میتونه فیوچر باشه، میتونه بورس ایران باشه، میتونه طلا باشه، نفت باشه، هر چیزی، هر در واقع چارتی هست. یکی از دوستان پیشنهاد داده بودن که من معرفی کنم خودم و اول هر آموزش یا لوگویی بسازم تا منحصر باشه. به هر حال کسی که بخواد، در جواب این دوست عزیزم، کسی که بخواد سوء استفاده کنه فرقی نداره، من معرفی کنم تو هر آموزش خودمو، یا عکس بذارم یا فیلم خودمو بذارم، به هر حال میتونه اونو کات کنه. در واقع یکی از اولین هدفای این گروه یا این سایت ما این بود که در واقع یه خدمت خوبی رو به همه فارسی زبان‌ها به صورت رایگان انجام بدیم و در واقع هدف اصلیمون هم همینه که بدون هیچ چشم داشتی باشه. پس بنابراین واقعا دلیلی نمیبینم دیگه، همه دوستان با من آشنا هستن یا سایر دوستان رو میشناسن، کسایی که زحمت کشیدن در این جمع‌آوری این دوره، و نیازی نمیبینیم دیگه هی بیایم تکرار کنیم من کی هستم، بک‌گراند من کیه، یا وقت شما رو بگیریم. سوالی داشتن دوستان در مورد این که در واقع چجوری میتونن این کانکشن ها رو درست کنن. گوشه سمت راست اگه من اینو یه مقدار متا تریدرم رو بیارم بالا برای دوستان که ببینن، گوشه سمت راست اینجا متا تریدر لاگینش رو میتونین بزنین، روی این عدد رو که بزنین و میتونین کانکشن هاشون رو تغییر بدین و میتونین لاگین کنین. بعضی وقتا خب لاگین نمیشه، اشکال نداره، هر نرم افزاری به هر حال باگ خودش رو داره. ما استراتژی مختلفی رو گفتیم. امروز در واقع میخوام بحث مووی اوریج و استراتژی وابسته به اون رو ببندم. استراتژی مووی اوریجی که به صورت منفرد به کار میره و از جلسه دیگه در واقع استراتژی دیگر رو براتون بگم. آخرین استراتژی که من امروز براتون میگم با مووی اوریج، استراتژی در واقع 128 هست. ما یه دونه در واقع مووی اوریج 100 داریم که اکسپوننشال هست، در واقع ای ام ای تو اپلای تو کلوز با رنگ زرد نشون میدیم.
دومی مووی اوریجی که ما در واقع داریم مووی اوریج 28 هست. من در واقع دوستان رو تشویق میکنم که با دقت دنبال کنن این ستینگ ها رو، چون من چند تا داشتم که در واقع دوستان اشتباه اینا رو دنبال کردن. دومی مووی اوریج ما اسموت اپلای تو کلوز هست. یه شکلی به ما میده در واقع به این صورت، همینجوری که میبینین دوتا مووی اوریج هست. این استراتژی تایم فریم هایی که براش خیلی خوبه تایم فریم های بالا هست، مثل 1 ساعته یا 4 ساعته، همونجوری که میبینین بسیار خوب روش جواب میده. در واقع مووی اوریج 100 به ما ترند رو نشون میده، مووی اوریج بالاتر، و از در واقع وقتی که قیمت زیر مووی اوریج 100 هست ما داون ترند داریم، و وقتی که بالای مووی اوریج 28 میاد، اینجا رو نگاه کنیم، وقتی کراس اوور میکنه ما از اینجا به بعد تو این محدوده در واقع توقع بای داریم، یعنی ترند روند داره به سمت بای میره. استراتژی به این صورت هست که نقطه ورودش در واقع وقتی که کندل زیر مووی اوریج بسته میشه، زیر مووی اوریج 100 بسته میشه، ما همون جوری که اینجا توی این محدوده میبینین، وقتی که یه مثال خوبش رو من بیارم همین اینجا هست که حالا خیلی به چشم میاد، وقتی که در واقع کندل زیر این مووی اوریج، زیر این زون، در واقع ما زونی اگه بررسی کنیم زیر این لایه قرار میگیره، ما سل هست، وقتی که بالای این لایه قرار میگیره در واقع بای هست. دوباره اگه نگاه کنید زیر این ناحیه کندل که بسته میشه سل هست، بالای این ناحیه بای هست. دو نوع اینتری داریم، در واقع دو نوع نقطه ورود به ما میده، یکی در مورد بسته شدن کندل هاست، کندل ها بالا یا پایینش بسته بشه، دومی واکنش کندل نسبت به مووی اوریج 28 یا کمتر. نگاه کنین اینجا اومده در واقع تاچ کرده، که این دومی رو در واقع نقطه ورود رو من به دوستانی که خب بیشتر کار کردن، چند وقت بعد باش کار کنین تا آشنا بشین، در واقع کندلی هست که نگاه کنین اینجا بالاش بسته شده، اومده یه پول بک کرده و دوباره واکنش نشون داده. اینجا نگاه کنین استراتژی اول هست. باز هم تو بازاری که خیلی رنج هست ما توصیه نمی کنیم. مووی اوریج دیگه سعی می کنم مزایا معایبشو نگم که تکرار مکررات نشه، چون دوستان به هر حال آشنایی دارن که مووی اوریج وقتی جواب میده که در واقع بازار ترند داره مثل اینجا، اما وقتی که بازار رنج هست خب شما رو به تبع اذیت خواهد کرد. همجوری که می بینین تو H4 من دارم بررسی میکنم و نگاه کنی این از انتر دومیم کاملا اومده تاچ کرده حتی 100، و بعد نگاه کنی چه شکل قشنگی داده این مجموعه این دوتا کندل. اسم ما کاری نداریم، فشار به سمت پایین رو کاملا احساس میکنیم. اگه اوورال بررسی کنین در واقع این خودش یه ساپورتی رو تشکیل داده، و اگه اینجا نقطه ورودتون باشه در واقع اومده پایین. استاپ لاس اگه برای H1 کار میکنین استاپ لاستون باید یه چیزی بین 50-60 پیپ باشه، و تیک پروفیت معمولا 70-120 پیپه. برای تایم فریم 4 ساعت استاپ لاس حدود 100 پیپه، و تیک پروفیت بین 100-500 پیپه، در واقع بستگی داره دیگه، با توجه به تجربه‌ای که خودتون دارین و مانی منیجمنتی که خودتون دارین به هر حال تشخیص میدین. اگه 10 تا ترید بر اساس این بگیرین به نظر من خودتون آشنا میشین. پس سعی کنین که میگم اولین باری که کراس میکنه شما میتونین ترید کنین بر اساس اون، مثلا 1-1.5، مثلا 50-70 پیپ. دفعه دومی که میاد در واقع تاچ میکنه اونجا رو، شانس مجدد شما هست. نگاه کنین یه بار اینجا ترید کردیم بر اساس
کلوز کندل زیر این ناحیه، دفعه دوم اومدین تا چین رو گرفتین، حتی یه شانس مجدد دفعه سومی هم بوده. باز همینجوری اگه نگاه کنین شما همینجوری شانس داشتین. باز نگاه کنین اینجا اومده کندل بسته شده، نگاه کنین اینجا قشنگ معلوم رنج بوده. برای مواقعی که اینجوری رنجه، من پیشنهاد میدم شما استاپ اوردر این زیر این محدوده بذارین. توی این محدوده اگه بذارین، اومده ریخته بازار، دوباره اومده اینجا، دوباره کندل زیرش بسته شده، دوباره ریخته. چیزی که توی مووی اوریج در واقع به شما همیشه توصیه کردم اینه که شما ترندهای بلند مدت رو میتونین توی چند نقطه بیاین کپچر کنین و در واقع ازش استفاده کنین. و نکته بسیار مهم توی مووی اوریج آشنایی با نحوه رفتار مووی اوریج هست. در واقع خیلی مهمه که شما آشنا بشین با اینکه مووی اوریج چگونه حرکت میکنه، اساس کارش چجوریه. به هر حال همه اینا همون جوری که قبلا گفتیم تابع گذشت زمان، تمرین شما و تجربه شما از مووی اوریج هست. امیدوارم از این سیستم هم خوشتون بیاد و در واقع اگه دوست داشتین باش کار کنین و تحلیل کنین. حداقل مثل همیشه دوستان رو تشویق میکنم یه هفته، دو هفته، 10 تا ترید خودتون رو ملزم ببینین. این استراتژیایی که ما میگیم بهتون صرفا جهت این نیست که شما یه استراتژی رو پیک کنین بردارین، برای اینه که شما با دیسیپلین بازار بتونین کنار بیان. شما یه هفته که بازار رو، چرا میگیم یه هفته بازار رو کپچر کنیم؟ برای اینکه تو یه هفته شما هم حرکت صعودی خواهید دید، هم حرکت رنج میبینین و گهگاه شاید حرکت نزولی هم ببینین. در واقع کارنسی هایی هم که میتونین کار کنین، همه کارنسی ها رو شما میتونین کار کنین، اما خب این استراتژی پوند یو اس دی و یورو یو اس دی رو خیلی خوب جواب میده. چرا؟ چون حرکت‌های اون حرکت‌هایی هست که به خاطر حجم زیادی معاملات حرکت‌های بهتری می‌بینی. پس تا آموزش دیگه، بدرود.